روس مکولم رئیس انستیتوی استراتژی‌های دموکراتیک در آمریکا طی مقاله‌ای که در تاون هال منتشر شده از کنگره آمریکا و از دولت این کشور خواسته تا علیه رژیم ایران اقدام کنند. اون میگه به دنبال تظاهرات گسترده در ایران شکنندگی رژیم ایران روشن‌تر شده. در سالگرد قیام ایران چیزی که دیده می شود این است که روزهای حکومت مذهبی ایران به شمارش افتاده و مردم ایران خواهان تغییر رژیم ایران هستند. اکنون جنبش ضد حکومتی در فرم شکل مناسبی پیدا کرده تا این رژیم را به پایین بکشد. کامیونداران، کشاورزان، معلمان، کارگران و بسیاری از اقشار جامعه مخالفت خود را در خط مقدم نشان دادند. تاون هال اضافه می کند یک سال پیش هزاران نفر در بیش از 140 شهر ایران به خیابانها آمدند تا این رژیم را سرنگون کنند. به خاطر سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی رژیم، تورم بیش از حد، بیکاری، فساد سیاسی و سرکوب، خواسته‌های سیاسی مردم در قلب این داستان قرار گرفت. رژیم ایران هیچ طرحی برای این مشکلات درمان‌ناپذیر جز سرکوب مردم ندارد. تلاش‌های رژیم برای ایجاد ترس در میان مردم با دستگیری و کشتار برای مهار اعتراضات، قطع اینترنت و فیلتر رسانه‌های اجتماعی هم شکست خورده است. علی خامنه‌ای هیچ قصدی ندارد که این مشکلات را حل کند و هیچ راهی برای مهار ناآرامی‌ها هم ندارد. برخلاف نظر برخی در غرب، رژیم او شکننده و در آستانه فروپاشی است. عملکرد آشنای این حکومت دیکتاتوری و استبدادی در طول 4 دهه گذشته این بوده که هرگاه مورد تهدید قرار گرفته به مخالفان و معترضان قانونی اشاره کرده و به آنها برچسب تروریستی زده. به طور مشخص سران این رژیم مذهبی از خامنه‌ای گرفته تا بقیه آنها مجاهدین خلق ایران را به خاطر داشتن توان رهبری سازمان یافته‌ای که دارند مسئول قیام می‌دانند. حسن روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تماس با همتای فرانسویش امانوئل ماکرون درخواست می‌کند که علیه سازمان مجاهدین به عنوان کسانی که قیام کنونی در ایران را تحریک می‌کنند اقدام کند، ولی ماکرون نمی‌پذیرد.